ادامه کلینیکال فارماکولوژی میخوایم بحث کنیم، ببینیم به کجا میرسیم. رسیدیم به پریکلینیکال تستینگ آف دراگ سیفتی، ادابریدر آخریم. تو اپلای فور مارکتینگ اوتوریزیشن سیفتی اسسمنت هست تو بی کانداکتد بای استریک گایدلاین رگولیتد بای اتوریتی. جنرال توکسیکولوژیکال استادی برای سیفتی انجام میشه. ماست بی پرفورم آن وان رودن اند وان نان رودن اسپسیز اینوستیگیشن. سینگل دوز توکسیسیتی ریپیتد دوز توکسیسیتی ساب اکیو 2 ویکس استاپ کرونیک تری مانس. اینا رو میخوام توکسیسیتی شانز بگیم، بعد یه دونه رودن بشه یه دونه مثلا خرگوش راه و اینا. دقیقاً. کارسینوجنسیتی باید اندازه گیری بشه. لوکال تولرابیلیتی فور اگزمپل ایریتنسی اند سنسیتیزیشن باید اندازه گیری بشه. ریپروداکتیو توکسیسیتی، بگو ریپروداکتیو توکسیسیتی باید اندازه گیری بشه تولد نسلشون اثر میذاره یا نه. و بعد ژنوتوکسیسیتی یا چی موتاجنسیتی. سیفتی فارماکولوژی اسسمنت آف ویتال ارگان فانکشن، مثلا کاردیوواسکولار فانکشن، رسپیراتوری فانکشن، سی ان اس فانکشن، اینا که ویتال ارگان هست، باید سیفتی فارماکولوژی باشه اثر دارو رو این سه تا ویتال ارگان. اما ارلی اسسمنت آف سیفتی نان جی ال پی، نان گود لابراتوری پرکتیس میشه ارلی اسسمنت آف سیفتی، که این جی ال پی نیست، این فقط ارلی اسسمنت سیفتیه. جی ال پی خوش به خوش مبحث مجزا بود. میگه already in the lead discovery phase، یادته میگفت جی ال پی هم کلینیکال نیست. حالا میگه این هم کلینیکال نیست، لابراتوری بود دیگه، گفت آره گفت این کلینیکال نیست. خب کلینیکال میشه گود کلینیکال پرکتیس، اون جی سی پی دیگه. حالا میگه اینم پری کلینیکال سیفتی ولی جی ال پی هم نیست. Already in the lead discovery phase to exclude structure which are liable to produce side effect. For example in vitro human ERG inhibition cardiac potassium channel. For example in vitro HERG inhibition مخفف چیه؟ هیومن ایتر ایتراغو گو ریلیتد جن is a gene that codes for a protein known as a potassium 11.1 the alpha subunit of the potassium ion channel. This ion channel sometimes simply denotes as a HERG is the best known for its contribution to the electrical activity of the heart that coordinate the heart's beating. حالا اگه ما اینا اینهیبیتش کنیم اون وقت چی میشه؟ دچار مشکل میشه. ببینید؟ از این یه قسمت های این اوکی اسمش چیه؟ HERG یکی از قسمت های این پوتاسیوم چنله. اون وقت اگه ما مثلا در ویترو بیام HERG رو اینهیبیت کنیم این leads to optimization phase for an initial estimation of therapeutic window. ما میتونیم این باعث میشه که optimization phase اون چی بشه؟ حالا مثلا اینا تموم شد، گفتش که این exclude structure یا structure دارو رو بدونیم اوکی؟ یعنی منجر میشه به the discovery phase. ببین already in the lead discovery phase این لغت مهم. این لید اینجا منظورش یعنی منجر بشه به سرب که منظورش نیم. نه این دلید یعنی در حالتی که منجر بشه به چی؟ discovery phase to exclude structure تا ساختارش در بیاد discover بشه. اوکی. یا بعض وقتا این لید منجر میشه به optimization phase. به چی؟ optimization phase یعنی for an initial estimation of the therapeutic window. ما میتونیم تخمین اولیه بزنیم که آقا جان با پنجره درمانی اون تراپیوتیک ویندومون کجاست. Another important point behavioral read out of efficacy test can be confounded by adverse effect. نمیخواد یه فیلم خوب ببینم اصلا وجود ندارد.
behavior read out یعنی خروجی رفتاری از آزمون اثر بخشی اوکی از آزمون افیکیسی تست اوکی را می توان با اثرات نامطلوب یا اثرات ساید افکت confounded یعنی درگم درگم که can be confounded by adverse effect این confounded یه معنی مخصوص داره سردرگم مضطرب مات گیج مبهوت خود confound یعنی چی؟ پریشان کردن سراسیمه کردن knock down checkmate کیش و مات confounded behavioral read out خوشی های رفت رو از efficacy test میشه کیش اومد کرد با ادورس افکت میشه سردرگم شد با خروجی رفتاری با ادورس افکت قاطی گرفت وقتی این سیفتی رو تست میکنی شاید یه دفعه قاطی کنی آقا در این رفتاری که داریم الان میبینی بیهیویرال رید آوت یا ادورس افکت یعنی اثر داروه یا ساید افکت داروه ادورس افکت آن ویتال فانکشن کاردیوواسکولار سی ان اس فانکشن داره زور میدن از دست من در CNS function etc have to be excluded for each drug mechanism based adverse effect specific test depending on the distribution and physiological function of the target پس بگو vital function واسه چی بشه واسه اثر ادورس داروها روی ارگانهای حیاتی اندازه گیری بشه درسته برای هر دارو هم جداگونه این کار انجام بشه حالا مکانیسم بیس ادورس افکت چیه؟ میگه اسپسیفیك تسته که بستگی داره به دیستریبیوشن و فیزیولوژیکال فانکشن تارگت. پس چی شد؟ اول دیستریبیوشن تارگت، بعد فیزیولوژیکال فانکشن تارگت رو میدونن چیه؟ اوکی، بعد میان اسپسیفیك تست روش انجام میدن، وقت میفهمن که بر اساس مکانیزم چه ادورس افکتی داره، مکانیزم بیس ادورس افکتش دارو چیه. اون وقت به چه نتیجه میرسن؟ سیفتی. پس یه بار دیگه بگو. وقتی میخوان ارلی اسسمنت سیفتی انجام بدن، گاهی اوقات منجر میشه به دیسکاوری فیز، تازه ساختار رسپتور مسپتور هم میفهمن. گاهی اوقات منجر میشه به اپتیمایزیشن فیز، یعنی چی؟ یعنی تراپیوتیک ویندو رو میتونن پیدا کنن. گاهی اوقات متوجه میشن که بیهیویرال رید اوت کنفاند شده سردرگم شده گیت شده با ادورس افکت معلوم نیست کدوم اثر داروه کدوم ساید افکت گاهی و همچنین که همیشه باید ادورس افکت روی ویتال فانکشن به صورت سپریتلی و اندیویجوالی اندازه گیری بشود و همچنین این که ادورس افکت رو بر اساس مکانیزم میتونیم با یه سری تست های مخصوصی که بستگی دارن به دیستریبیوشن و فیزیولوژیکال فانکشن تارگت اندازه گیری کنیم حالا example of preclinical model از اینجا فیلم شروع میشه example of preclinical model in vitro efficacy can be tested with functional assay on cell line or native cells in culture expressing the target in vitro efficacy can be tested with functional assays on cell line or native cell line in culture expressing the target خب میگه اثر بخشی هم میتونیم تست کنیم با فانکشنال اسی روی سل لاین که یعنی همون محیط کشت سلولی اوکی یا نیتیو سل این دی کالچر اکسپرسینگ دی تارگت یا مثلا تارگت خالص اگزمپل اف پارامترز ویچ کن بی میجرد کیان چه پارامترهایی میتونی میجر بکنی تو ویترو آیون کرنت چه جوری با الکتروفیزیولوژیکال متد میتونی آیون کرنت رو تو ویترو اندازه گیری کنی خب ویترو هم همیشه کشت سلولیه دیگه فلورومتریک دیتکشن آف ممبرین دپولاریزیشن با فلورومتریک دیتکشن آف اینتراسلولار کلسیوم و یا با کلسیوم رادیو آیزوتوپ اینفلاکس دیتکشن آف جی پروتئین اکتیویشن مثلا با بایند شدن با سولفور 35 جی تی پی گاما سولفور دیتکشن آف اینتراسلولار سکند مسنجر کمپ دیتکشن آف ریلیز مدییتور نوروترانسمیترها تمام چیزایی که یونو و این چیزا رو می‌تونی پارامترها اندازه‌گیری کنی
حالا اومده گفته مثلا فلوریمتریک دیتکشن اف اینتراسلولار کلسیم این ترایجمینال گنگلیون سل فورا تو ای ام فلورسن کلسیم ایندیکیتور دای چه شکلی بوده استیمولیت 300 نانو مولار کپسیسین. ببین ماده کپسیسین زده بعد چی کار کرده؟ کلسیوم ها زیاد شده هم؟ یکیم همه مهمه شده من اصلا دوست دارم اینو الان بفهمم نمیدونم فلورومتیک دیتکشن هم میتونه سلول کلسیوم یعنی چی؟ مسلما رنگ فلورسانس دار زده درسته؟ و چرا سه مدل؟ الان چهار مدل رنگ اینجا داره این رنگ اینه خوشه این کلسیم های مختلف ها رنگ کرده نمیدونم واقعا علاقه دارم بخوام وقت ندارم. اکس ویوو اکس ویوو گفت یعنی آیزولیتد ارگان درسته؟ آیزولیتد ارگان بس freshly remove organ or place into an oxygenized solution containing ion and nutrient maintain at 37 degree of Celsius که من گفت اینا تو آزمایشگاه پروفسور لونارت هست درسته؟ چی جوری کار میکنه تو اینجانی؟ Setting up the organ bus. The reservoir is clamped, after which the inlet and outlet clips are tightened. خورجی آبه برودی which is evident in the air bubbles. At the upper end, which can thermograph on, and it's چرا قدیمیه بلی؟ The speed control switch is set to 4 millimeters per minute. یا استریخ نگه از چه مدل سمی بود؟ آه دیگه باسه چی میشه؟ Abdominal pain cramp مسل از توید میشد میگرف یا روی این تری قرد زف بیده Experimental procedure. 7 milligram per kilogram of strychnine is injected into the ventral lymph node of the toad. Now, observe the general behavior of the toad. Sure. خوش شده بیچاره خونم چی میشه؟ من بکنم اینو اینجا چی نوشته؟ The
میبینیش؟ اونم چیز میشه، اسپاس میشه دیگه. اسپاس شده همین، دست رو نمیدن حکم بده بیچاره. درد شدیدی هم داره زیخه. گفت با نورا صدا تحریک میشه یادته؟ مرد؟ چقدر نامردن، چه بردن؟ Strychnine produces excitation in all portions of the CNS. This effect, however, does not result from direct synaptic excitation, but rather due to interference with postsynaptic inhibition mediated by glycine. Glycine is an important inhibitory neurotransmitter to motor neurons and interneurons in the spinal cord. And strychnine acts as a selective competitive antagonist to block the inhibitory effects of glycine at all glycine receptors. Strychnine is the powerful convulsant with a characteristic motor pattern. In most laboratory animals, this convulsion is characterized by tonic extension of the body in all limbs. That's a nice now. Which? Antibiotic are under, eh? You could do such a charge, or eh? Or eh? Yeah. خب از اکس ویوو مثل آیزولیتد ارگان بس بعدانا گفت اکسیجنیشن دیدی تو فیل اکسیجنیشن بابل داد دمار همه کسی 7 درجه اوکی فرش دی ریموف ارگان اندازه گیری گرفت تا این حرف آیون و نوترین تا این رو هم ریخت اون محلوله اون تو من اینجا نمیدونم این چیزها رو نمیدونم چرا اون رو بود زیره اکسیفت اکس ویوو اگزمپل آف میجرد پارامیتر any organ release of mediators مثل هارت قلب مثلا مدیاتور این رفته تو نیکس اسلاید مثلا هارت رو توضیح داده آره قلب رو میبینی یه نه این کار میکردی تو فیزیولوژی میکردی حالا اینجا گفته any organ release of mediators مثل قلب یا اسموس ماسل ارگان ها مثل وسل جی آی یورینری بلدر اتسترا یا آیزومتریک یا آیزوتونیک ریجیستریشن آف کانترکشن ریلکسیشن برین اسلایس ایزولیتد اسکین نرف پریپریشن الکتروفیزیولوژیکال ریکوردینگ ریسپانسیونس تو استیمولی تریشول اکشن پتانسیال فریکوئنسی اینا الان همه ارگان بساس نه؟ یادت اینا چی میگو؟ نه من گفتش که ارگانو میذارن روی یه مدل خاصی مثل این بعد یه عالمه نقطه داره نسترو میکنن این نقطه ها رو تحریک کردن متوجه میشن اعصاب اون قسمت مثلا از اینکه تیره تر شده داره درمی میدونی همچون چیزی گفت و متوجه میشن نرف سنسیشنش از کجا بوده مدل شده هر میانه یه همچون چیزی آدمه این چیه؟ The Langendorf isolated heart preparation. The heart is regular is retrogradely perfused through the aorta. Balloon is inserted into the left. می‌بینی از اینجا. Into the left ventricle through the mitral valve. Parameters that can be measured: coronary flow, contractility. Left ventricle systolic and diastolic function and ECG همه را تیر اندازه گیری کنه این الان قلبه میبینی left ventricle bubble اینجا رفته تو left ventricle bubble بعد از A رفته به کجا از A رفته به اونجا پس این چیه اون آورته اون یکیش هم چیزه دیگه از اون طرف هم داره با ریزرز اینا رو پس میفرست
چیکار میکنه؟ قرد داره میزنه از او پوم میکنه بیرون دیگه. الله اکبر، عجب ارگانی هم بدون هیچی داره خودش اوتوماتیک میزنه. خستم نمیشه میبینی؟ خسته بسیگه میبینی. اون دقیقا کدوم اینا لگن روف بود؟ نیست این بهتر باشکو بعدن میبینم اینا رو، اینا رو علاقه دارم بهشون. نوروپپ در ریلیز فرام ایزولیتد تراکیا، این هم مدل اکس ویووه. بعد نورو پپتید ریلیزم با استیمولیت کرده با کپسایسین بازم. میبینی؟ آره. ها این هم نکته گفتم مال نرو دیدی درست یادم بود. ایزولیتد اسکین نرو پریپریشن. یادت رفته اینا؟ گفتش که الان هم پس یادم من این یه تیکه از پوست بدنه. ایزولیتد اسکین نرو پریپریشن. رد سیاتیک نرو پریپریشن مثلا. خوبه دیگه. This procedure is to isolate pure axonal cytoplasm or axoplasm from peripheral nerve. This is accomplished by first dissecting out the sciatic nerve. Wow. مسخره. این همه ما دیدیم. آره که؟ آره. خوش بده بشه. خوش بده. خوش بعد بده. خب؟ حالا این ویوو اکس ویوو دیگه تموم شد. میگه این ویوو مثلا میجرمنت آنستاتیزایز انیمال، حیوان رو بدبخت و بیهوش کرده. میبینی کاندلا رو گذاشته تو پاشو داره دفت از فمورال آرتریش خون میگیره. اگزمپل هموداینامیک میجرمنت ترو کانولا اینسرتد اینتو فمورال آرتری لف ونتریکل ان پولمونری آرتری بلاد پرشر لف ونتریکل left ventricle function parameter و cardiac output گیری بشه. یا مثلا measurement of blood flow with laser doppler flowmetry. یادت laser doppler رو؟ ECG recording direct respiratory function measurement through tracheal cannula. یا electrophysiologically measurement on neuron membrane potential currents action potential frequency nerve conductance و etc. این هم پرشر ترانسدیوسره که پرشر رو کم میکرد. درسته؟ این ویوو میجرمنت آف اینفلامیتوری ساین این آنستاتایز انیمال اندازه گیره چی؟ اینفلامیتوری ساین مثلا مده با این
خطکشای دیجیتالی که در حد میلیمتر اندازه گیری کنه، گفته آب تو این بالا ear thickness، ببینی گوشم ببینی لایه اونا گه ear thickness measurement with micro caliper، اسمش از میکرو کالیپر. در سمت راست پاو ولیوم، پاو یعنی چی؟ یعنی پنجه هاش. پاو ولیوم میجرمنت وید پلتوسیمتری، پلتیسمومتری. آه چی کار کنم؟ خب علاقه به اینو رو یاد بگیرم. بیست دقیقه شد میدم تا این رو یاد بگیرم. من علاقه دارم، علاقه این منو کور نکن. خوب بکنه اتفاقا نگاه کنه، نمیشه یه ست نگاه این رو هر که داره اینا چیز میکنه، اصلا لاله فقط نشون میده تو فیلم. جالب بود. جالب. خب حالا که آرمان خوابید من ادامه میدم. اون ویبو رو گفتم، پس میکرو کالیپر رو گفتم، پلاتیسمومتری هم گفتم. Measurement of inflammatory organ in anesthetized animal plasma protein extravasation با ایوانس بلودای. جالب، با ایوانس بلودای میتونیم متوجه بشیم ایت باینز تو آلبومین. چرا؟ چون این رنگه میاد با آلبومین باند میشه در پلاسما. ایت کن بی، ایت کن اونلی اگزیت هنگامی که پلاسما پروتئین اکستراوازیشن هست، فقط میتونه خارج بشه.
other possibility یاد 125 لیبل شده با آلبومین بریم که برای دتکشن آف گاما رادیشن فن استفاده بشه. ببینیم بیچاره الان پلاسما پروتئین اکسترافازیشن داره. مرده که تحقیق میکنیم. Goal of the following experiment is to evaluate the effects of long-term knockdown of intersectin 1S expression on mouse lung structure and function. This is achieved by first preparing پس پلاسما پروتئین اکسترافازیشن یک مدل این ویو میجرمنت. این ویو میجرمنت بعدی وازو دایلیشنه که میجرمنت آف اینفلامیتوری ساین این آنستزی انیماله. وازو دیلیشن اینکریز بلاد فلو با لیزر داپلر فلومتری میتونیم اندازه گیریش کنیم. آها اینو یادمه گفتش که اینا موشه رو میخوابونیمش بهش حالتر میدیم گیم بتا. بعد این لوله لیزر داپلر داره از وسطش رد میشه، بعد توی دوتا پاهاش را نگاه کن چه میزانی رفته تو بدنش معلوم میشه. متوجه میشه که وازودیلیشن اتفاق افتاد یا نه. اگه وازودیلیشن بیشتر شه بعد فلو بیشتر میشه، بعد لیزر داپلر فلومتر بیشتر میفهمه. یه همچه چیزی میگفت، فقط یادم میگفت لوله از وسط پاهاش رد شد دوباره اندازه گیری میکن. Measurement of inflammatory sign in anesthetized animal, reactive oxygen species production, injection of ROS, sensing, luminescence probe, in vivo bioluminescence imaging. ROS رو میتونن با vivo bioluminescence imaging اندازه گیری کنن. Vasodilation رو با laser doppler flowmetry, ROS رو با in vivo, plasma extravasation رو با methylene dye blue، اینا متوداش. بعد این ویو measurement of vital function unconscious animal دیگه آنستزی نیست دیگه، conscious طرف. hemodynamic chronic cannula implantation chronic ECG electrode implantation connected to conventional transducer during measurement. اطلاعات همه میره داخل چی؟ الکترود ایمپلنت کردن داخل بدنش. اطلاعات همه کانکت به این ترانسدیوسر دیورینگ میجرمنت. اطلاعات هیمودینامیک بدن. آره. تلمتری کانول یا ECG الکترود are coupled to an implanted device. ECG الکترود هم کاپل شده باهاش. Which transmit the measured data with radio frequency signal و continuous monitoring in home cage. دو قفسشه، ما فقط اطلاعاتش رو اندازه‌گیری میکنیم. بادی تمپرچر کن آلسو بی مانیتور. پس به این روش میگن تلمتری. روش چی؟ تلمتری. وقتی که کانول یا ای سی جی الکترود هم کاپل شده باشه با ایمپلنت دیوایس. این ویو میجرمن آف وایتال فانکشن انکانشس انیمال. مثلا رسپیریتوری شه چجور اندازه‌گیری میکنن؟ Non-invasive measurement of respiratory function, whole body plethysmography. دفعه همه بدن plethysmography. Aerosolized compound can be administered during measurement. هم چنین اندازه گیری کنیم. گفت موشا رو توی این کانتینر رو نگهداری میکنن و دستگاه وصله.
میتونه اندازه‌گیری بکنن چه میزان گاز تنفسی اینهیل میشه، چه مقدار اکسهیل میشه، اندازه‌گیری میکنن همه رو. به این میگن هول بادی پلاتیسموگرافی. Example of cardiovascular disease model hypertension. Spontaneously hypertensive rats W kawai dahl salt sensitive rat induce deoxycortico esterone acetate DOCA angiotensin 2 L name NO synthase inhibitor. رسیتا صبحانه خوردی؟ نهار خوردی؟ من گشنمه. تا من نمیدونم میخوام برای غذا درست کن بیار. تو خدا خیلی خوام من که از ازشو واقعا نمیم خوابم تو واقعا رو درست بخوام. من این توی تا شب همین بعد مثل دیوز. خب من اشکال نداره، من تو شب شاگردم، تو شب چی میگی بخواد. من فکر کنم بتونم بخوام. هر پنج دقیقه درم میکنه خوابی؟ بیکاری بیکاری دیگه دیگه چی؟ باشه کلاس خواندنشو بوده، درستم تموم شده، متریالم تموم شده. میخواد بریم نمونه سوال حل کنه، یعنی نمونه تاپیک بگه. خب خیلی خوبه که باز برو داره همین برو صدا دب کن بیاد بخونه. متریالم همه تموم شده دیگه، هیچی نداره. خب بس اگه میخواد درست بکنه من جفتمون بریم به درد میخواد. شارژه این هم پس نباید تموم شده. بده من بینیم بزن تو شارژه دارم. تو شارژه که نه این اونجا هست، اونجا نیستش، اون زیر اتباد باشه. اونجا هم که نیست، اونجا هم که نیست. چرا دقیقا همونجاست؟ کجاست؟ همونجاست. ببین هرکی نزید تبین دست من دیورتر از دست از من دورتر. تو این رو بخونم برم غذا ردیف کنم. میره غذا ردیف کنی؟ نمیری؟ چون بیام غذا ردیف میکنم.